و واقعا به همون دین ناب محمدی و همون خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه و من والا و سلم تسلیما کثیرا. و سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه تلسم شکنان و همچنین برنامه مهتدین یا همان مهتدین، هدایت یافتگان، کسانی که راه حق و حقیقت رو یافتند و یا تولدی دیگری داشتند. تشکر میکنم از شبکه‌های دیگر که این برنامه را پوشش میدند و بینندگان عزیزی که در شبکه‌های دیگر برنامه شبکه کلمه را میبینند، میتوانند با ایمیل، با فرکانس هایی که در زیرنویستون درج میشه و همچنین برنامه زنده ما را به طور مستقیم پخش زنده بر وبسایت شبکه www.kalame.tv مشاهده بفرمایید. به طور زنده برنامه های شبکه پخش خواهد شد و از وبسایت شبکه برنامه های ما رو به طور زنده ببینید. در این برنامه به حول قوه الهی مطالب متعددی رو تقدیم حضور شما جان خواهیم کرد. در قسمت اول سخن ماست بر قلب و عقل انسان، بر احترام و ارزش گذاشتن خداوند به عقل و قلب انسان. خداوند تمامی پیامبران الهی و تمامی ادیان گذشته و به خصوص دین اسلام به گونه ای نازل می کرد و مبانی اسلامی به گونه ای بود که با عقل انسان همخوانی داشت و این انسان را آزاد خلق کرد تا این که در فضای کاملا آزاد راه سعادت رو برای خودش انتخاب کنه. در آیات مختلفی از قرآن خداوند این احترام و این ارزش رو به عقل انسان قائل شده و آزادی انتخاب دین و اعتقاد و باور رو جزو بدیهیات و حقوق طبیعی هر انسان و هر فرد به شمار آورده و وظیفه مبلغین دینی تبلیغ دین هست، ابلاغ رسالت خداست، ابلاغ رهنمود قرآنی است، نه وادار کردن مردم و نه اکراه مردم بر اون چیزی که خودشون میپسندن. آیات متعدد بارها به اون اشاره شده. خدا میفرماد و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. شما حق رو بیان کنید، هر کسی دوست داشت ایمان میآورد و هر کسی هم دوست نداشت کفر میورزد. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه را نشان خواهیم داد، حقیقت را بیان خواهیم کرد، هر کسی دوست داشت شاکر خواهد بود، شکرگزار خواهد بود، ایمان می آورد و هر کسی هم دوست نداشت کفر می ورزد. و آیات متعددی در این باره ارائه داریم. اما یک مطلب و اون هم این که معیار قبولی دین نزد خداوند قرآن هست، بعد از نزول قرآن و بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اما در دنیا انسان ها آزادند، برای اینکه این آزادی با این آزادی اتمام حجت بشه و روز قیامت خداوند بر اساس این قرآن و اسلام انسان ها را مؤاخذه خواهد کرد. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. دینی غیر از اسلام در روز قیامت از انسان پذیرفته نخواهد شد، در این حال که در دنیا آزادند. و خداوند در قرآن میفرماید اگر قرار بود، میفرماید اگر نه این بود که همه مردم کفر میورزیدن، ما به اونهایی که کفر میورزن قصر میدادیم و پله ها و نردبان هایی از طلا و نقره برای اونها درست میکردیم و اموال دنیا را بر اونها فرو میریختیم، اما ترس از این که همه مردم بیان به الله کفر ورزن، به همین خاطر ما این کار را نکردیم تا اینکه مردم کفر نورزن. یعنی اینکه انسان ها در دنیا آزادند برای انتخاب دین و اعتقاد، اما در آخرت و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دینی از او پذیرفته نخواهد شد.
در قسمت گذشته گفتیم، اشاره کردیم به قلب و عقل انسان. خداوند قلب انسان رو با اوصاف و نامها و ویژگی‌های مختلفی نام برد، زیرا این قلب پمپاژ جسد انسان است، این قلب محرک اصلی و در واقع کلید هر انسان است. به همین خاطر قلب ها اقسام مختلف در قرآن برای اونها بیان شده. قلوب مطمئنه، قلوبی که اطمینان و آرامش یافته است، و خداوند این قرآن را، یکی از معجزات این قرآن اینه، این که اونهایی که به این قرآن ایمان دارند و باور دارند، با تلاوت این قرآن و با شنیدن آیات این قرآن به آرامش دست پیدا می کنند، و کسانی که ایمان ندارند، این قرآن گذشته از این که آرامشی براشون نیست، شنیدن این قرآن برای اونها عذاب است. این به شهادت قرآن. در قرآن خداوند می‌فرماید و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آیه 72 سوره حج، و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. می فرماید زمانی که آیات ما بر اونها تلاوت میشه، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، اونهایی که ایمان ندارن به این قرآن، کفر ورزیدن به این قرآن، چهره هاشون رو میبینی که بدیشون میاد، براشون چندش آوره، براشون سنگینه سماع این قرآن، شنیدن این قرآن. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. ببینید این معجزه قرآن هست. اونهایی که ایمان ندارن و این که نزدیک حمله ببرند، یورش ببرند به این کسی که داره تلاوت میکنه، این که به نحوی خفهش کنند که دست از تلاوت قرآن دست بردارد. خدا میفرماید از تلاوت قرآن بدتون میاد، قل افأنبئکم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ایمان به این قرآن ندارید، در این دنیا آزادید، اما روز قیامت انتظار شما آتش دوزخ در انتظارتون خواهد بود. در جای دیگر خداوند برعکس این قضیه، اونهایی که ایمان دارند به قرآن، آیه 82 سوره اسراء یا بنی اسرائیل، هر دو اسم برای این سوره به کار رفته، می فرماید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ما این قرآن را نازل کردیم تا اینکه شفا و رحمتی باشد بر مؤمنین، قلب مؤمنین رو نوازش میده و مایه آرامش و رفاه برای مؤمنین هست، اونهایی که به این قرآن ایمان آوردند. و این یکی از معجزه های قرآن هست که کسانی که این نعمت و این آرامش را با قلب خود چشیده اند، می دانند که منظور من از این معجزه چیست. مثل کسی که عسل نچشیده و یک نفر بهش بیاد توضیح بده شیرینی عسل، که این عسل این گونه شیرین هست، مثل شکر هست، یا مثل فلان هست، یا مثل فلان هست، هر چقدر بخواد توضیح بده، اما تا زمانی که نچشیده باشه نمیشه اون حقیقت شیرینی عسل را براش بازگو کرد. حقیقت شیرینی و آرامش قرآن بر روح روان و بر قلب انسان همین حکایت رو داره. خود در دنبال خدا میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا، و زیانکاران، ستمکاران، ظالمین از این قرآن چیزی جز زیان عایدشون نخواهد شد. میدانید چرا؟ اونهایی که ایمان به قرآن ندارند، در لابلای این آیات قرآن قسمت هایی را میابند
بدون در نظر گرفتن دیگر آیات، بدون در نظر گرفتن ما قبل آن، بدون در نظر گرفتن ما بعد آن، بدون در نظر گرفتن محتوا و فهوای آن، بدون در نظر گرفتن معانی لغوی و بدون در نظر گرفتن روایات و دیگر شروط تفسیر، میان و میان ببینید قرآن داره اینو میگه. بله قرآن داره همینو میگه، اما کسی که به واژه های عربی اطلاع داشته باشه، کسی که به روایات صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اطلاع داشته باشه، میتونه این آیات را بفهمه. میگویند خداوند در قرآن آمده گفته که مثلا به زنان فضربوهن، به زنان بزنید و ضرب آمده است. بله برای اون کسی که از واژه های عربی اطلاع نداره، تصورش اینه که این ضرب هست، اما همه این قضایا گذشته از این که این معانی سرجاش در اصطلاح و واژه عربی کلمه اضراب، اضراب یعنی اعتصاب کردن، دوری گرفتن، این یک واژه معنی عربی است. کسی که این اطلاع بر ادبیات عرب نداشته باشه، میاد و به همین جنبه، همین تصور ساده و مقدماتی، مثلا به طور خیلی ساده چند کلمه واژه های عربی خون، تصور این میکنه که الان دیگه یک دانشمند شده و 4 آیه از قرآن که مطالعه کرد، تصور به این که کل قرآن را دیگه میدونه، همه چیز رو میدونه، به همین خاطر میاد و این آیه رو میگه بله این ضرب هست. اگر بره و این قضیه رو مطرح بشه، میبینی که آخر این با این معنایی که این آقا کرده همخوانی نداره. و این قضایایی که در قرآن برای کسانی که اطلاع ندارن و به خیلی ساده و مقدماتی سعی میکنن قرآن رو تفسیر کنن، با این مشکلی فاحش روبرو میشن. تأثیر قرآن بر قلب. این قرآن نازل شد برای این که قلب انسان رو آرامش بده و قلب انسان رو نوازش بده و آرامش و سکونت رو بر قلب انسان فرود بیاره. به شهادت خود قرآن و به شهادت و اعتراف کسانی که این رو شخصا تجربه کرده اند. در قرآن خداوند می‌فرماید در سوره طه: و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. و اگر کسانی از ذکر و یاد ما روی گردانند، زندگی سخت و تنگی رو به اونها در رو پیش روی خود خواهند داشت. تصور این رو نداشته باشین که زندگی سخت منظور اینه که مثلا صبح و شب مجبور باشه نان خشک با آب بخوره، مثلا زندگیش خیلی به هم ریخته است، از نظر مادی وضعیت بد و ناهنجاری داره. نه خیر، اصل آرامش و اصل خوشبختی در روح و روان هست. مادیات تبع روح و روان هست، مادیات تبع روح و روان هست. به همین خاطر ضرب المثل معروف و قواعد معروف هست، سختی جسم بیماری جسم را میشه تحمل کرد، اما سختی و بیماری روح و روان به مراتب سخت‌تر هست تحمل کردنش. فإن له معيشة ضنكا، زندگی سخت، با وجودی که مادیات داره، با وجودی که امکانات رفاه در اختیارش گذاشته شده، اما احساس میکنه چیزی کم داره. و اگر یادتون باشه در قسمت هفته دو هفته پیش مصاحبه که با یوسف استیس داشتیم، خودشون فرمودن من هواپیماهای شخصی داشتم، کشتی داشتم، قصر داشتم، ثروت داشتم، اما یه چیزی نداشتم. میدونید گفت چی بود اون؟ گفت که آرامش نداشتم، آرامش قلب. به همین خاطر زمانی که در واجه های قرآنی سخن از سعادت و خوشبختی میشه، سعادت و خوشبختی دنیاوی مد نظر نیست، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند اگر دنیا به اندازی بال مگسی نزد خداوند ارزش داشت، ما سقا کافرن شربت ما، لو تعدل الدنیا عند الله جناح بعوضه ما سقا منها کافرن شربت ما.
اگر این دنیا به بزرگی و ما فیها نزد خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت، خداوند یه لیوان آب هم به شخص کافر می داد. اما چون ارزش نداره، خداوند دنیا را به خصوص برای کافران این قضیه در اختیار اونها قرار داده. یا در جای در سوره آل عمران میفرماید ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. کسانی که کفر ورزیدن گمان نکنند این مهلتی که ما به اونها میدیم به خیر اونهاست، بلکه اینها مهلت هست برای اینکه گناهان بیشتری انجام دهند، یاد به تعبیر دیگر بر این که برای اونها اتمام حجت شود. خداوند در سوره زخرف در این باره که این قرآن بر قلب انسان در به منزله و مکانت یک قرص آرام بخش به شمار میره، در سوره دیگر میفرماد و من یعش عن ذکر الرحمن، بله سوره زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیط له شیطانا فهو له قرین، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیط له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی ذکر الله، ذکر رحمان، ببینید خداوند سعی میکنه و نامها و ویژگی‌های بسیار لطیف و زیبا به کار ببره. رحمان یعنی مهربان، یعنی اوج مهربانی، و این علما گفتند رحمان صفت ذاتیه خداست، یعنی ذات خداوند بر اساس رحمت و مهربانی بنا نهاده شده. به همین خاطر در بارگاه الله رحمت اساس هست و عذاب عقاب تبع و فرع هست. شما در کل سوره هایی از قرآن که شروع می کنید با این آیه شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوره از قرآن که شروع شد با این آیه آیات شروع شد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. بحث رحمت، لطف، رأفت، غفور بودن و رؤوف بودن در صدر آیات قرآن جا گرفته، برای اینکه خداوند میخواهد بفرماید و بفهماند به ما که ما مهربان باشیم. به همین خاطر خداوند میفرماید الرحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. کسانی که مهربان هستند خداوند اونها را مورد رحمت خودش قرار خواهد داد. کسانی که در زمین هستند شما اونها به اونها مهربانی کنید تا اینکه خداوند کسی که در آسمان هاست به شما مهربانی کند. بر همین اساس در این آیه خدا میفرماید آمن یعش عن ذکر الرحمن، از ذکر کسی که مهربان است، رحمان هست، نتیجه چه خواهد بود؟ نقیط له شیطانا فهو له قرین. در اتاق شما کافی است دکمه اون لامپ رو بزنید خاموش کنید، همه چیز تاریک میشه، زیرا نور که رفت تاریکی میاد. قلب انسان همین حالت رو داره. شما زمانی که تلاوت قرآن رو بستید یا اینکه قلبتون، قلب هر انسان غافل شد، جای خالی خالی باقی نمیمونه. و این شیطان قسم خورده‌ای که روز ازلی قسم خورد و گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، از روز ازل این شیطان در کمین نشسته که من و تو را یک لحظه غافل ببینه. چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم و چرا در سوره قل اعوذ برب الناس ما این را می‌خوانیم من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسوسه کننده‌ای که همیشه در کمین نشسته، یعنی پنهان میشه و میاد و پنهان میشه، مثل گربه‌ای که تا انسان دست بزنه میره بیرون. شیطان هم همین حالت داره، تا شروع میشه به تلاوت قرآن، تا شروع میشه به ذکر الله، این قلب نورانی میشه، اون تاریکی ها دیگه جایی پیدا نمی کنه با حضور این لامپ و روشنایی در خانه. و این قلب انسان همونطور گفتیم لخته های سیاهی میبندد، مگر با ذکر و توبه که این قلب چنان شفاف و مهربان و نرم میشه، مانند یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چنان قلبش نازک بود و چنان آیات قرآن موقعی که تلاوت میکرد اشک میریخت که بر چهرش این اشک
مانند جوی آب خط سیاه انداخته بود، مانند جوی آب خط و مشخص بود که عشق و همیشه میریزه. معروف در یکی از نمازها در نماز صبح امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب داماد حضرت زهرا این آیه را میخوندن: این تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر بار الها، حکایت از زبان حضرت عیسی است در روز قیامت، معروفه در این آیات پایانی سوره مائده، زمانی که خداوند حضرت عیسی را میاره و در اون ملع و اون صحرا میگه که یا عیسی بن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، ای عیسی آیا تو بودی به مردم میگفتی که من و مادرم را به عنوان خدایانی غیر از الله را بگیرید؟ حضرت عیسی میفرماید: قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. بار اله، تو پاک و منزهی، من حق نداشتم چیزی رو بگم که تو به من دستور ندادی. ان کنت قلته فقط علمته، خدای تو خودت میدونی. اگر من گفته بودم که تو خودت دیگه علام الغیوب هستی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب. بعد حضرت عیسی میفرماید: ما قلت لهم الا ما امرتنی به. به خدا قسم، اونجا حضرت عیسی این تعبیر به خدا قسم از خود بنده بود، در آیه نیست. حضرت عیسی میفرماید: من به اونها نگفتم، ما قلت لهم، من به اونها نگفتم مگر چیزی که تو به من اون دستور رو داده بودی. ان اعبد الله ربی و ربکم، این که الله را عبادت کنید، پروردگار من و پروردگار شما. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، و زمانی که من بودم شاهد این قضیه بودم، خودم که بودم این رو میدونستم، اما بعد از من بار الها تو خودت میدونی و تو بر همه چیز شاهدی. بعد از این حضرت عیسی در روز قیامت میفرماید: بار اله این تعذبهم فانهم عبادک، اگر خواستی اونها رو عذاب بدی بندگان تو هستن. و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، و اگر اونها را هم عفو کردی بخشیدی پس تو عزیز و حکیم هستی. بار اله. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه این آیه که در نماز میخون عشق میریخت و بگونهی به نحوی که نمیتونست قرآن را ادامه بده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم این حالت رو داشت، در گوشه از خانه نمازخانه‌ای برای خودشون ساخته بودن و در این نمازخانه قرآن تلاوت میکردن. مشرکین مکه از تلاوت ابوبکر صدیق براشون سنگین بود که ابوبکر صدیق در شهر مکه آزادانه داره قرآن تلاوت میکنه و نماز میخونه. چی گفتن؟ گفتن: و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. گفتن کسانی کافر شدن این قرآن گوش فرا مدهید. و زمانی که قرآن تلاوت شد به بیهودگی شلوغ کنید، و این طبیعت شلوغ کردن و متشنج کردن فضای آرام دعوی یکی از طبیعت و سرشت باطل هست. باطل همیشه میترسه از این که در فضای آرام مردم خیلی در این فضای آرام همه چیز رو بفهمن. به همین خاطر دوست دارن همیشه بگن مناظرات و شلوغ و بحث‌های جدلی و پیچوندن و منحرف کردن موضوعات، برای اینکه میدونن در این فضای ناآرام هست که مردم حق از باطل نمیتونن تشخیص بدند و به تعبیر ضرب المثل مشهور از آب گلالود ماهی گرفتن. بر صورت این مجموعه از مطالبی بود که دوست داشتم در این بخش اول از برنامه تقدیم حضورتون کنم، بحث عقل و بحث قلب و بحث تأثیر قرآن بر انسان. و یک آیه از همه مهمتر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان آوردن و قلبشان آرام گرفت با ذکر الله، آگاه باشین که با ذکر الله قلب ها آرام میگیره. میان برنامه داشته باشیم، بعد از این میان برنامه باز خواهیم گشت با قسمت دوم برنامه و اون هم تلسم شکن از قرآن تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من المؤمنین
در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بسته اند. برخی پیمان خود را به سر برده اند و شربت شهادت سر کشیده اند و برخی نیز در انتظارند تا کی توفیق رفیق می گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد. آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده اند. شبکه جهانی کلمه را اندازی گردید تا با نگاهی واقع گرایانه به مبانی و ارزش‌های اسلامی خرافات، بدعت‌ها و شرکیات منتشر در جامعه را ریشه‌کن کند و با ارائه تاریخ صحیح صحابه و اهل بیت پیامبر اسلام خیانت در گزارش تاریخ را برملا سازد. شبکه جهانی کلمه را می توانید بر این ماهواره ها مشاهده فرمایید. هاتبر فرکانس 11642 عمودی، سیمبل ریت 27500، 34 رام. یوروبرد 2، عربسد، فرکانس 11585، عمودی، سیمبل ریت 27500، 34 رام. یا از طریق وبسایت ما به آدرس www.kalame.tv شاهد برنامه‌های زنده شبکه باشید. محمدی و همون خدا پرستی آوردم. بارلاها به خیالم من تو را میخواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم و برنامه تلسم شکنان به مدت 10 دقیقه سری خواهیم زد به تلسم شکنی که در قرآن حکایت اون بیان شده و خداوند حکایت اون رو بیان کرده. طبعا بینندگانی که از شبکه های دیگر این برنامه رو مشاهده میکنن میتوانید برنامه رو به طور زنده بر وبسایت ما، دوستانی که در آمریکا و کانادا هستن بر وبسایت ما شبکه رو ببینید و انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و بگیره. در قسمت گذشته اگر به خاطرتون باشه شروع کردیم حکایت جوانان اصحاب کهف. بعضی از این جوانان در دربار و نزد پادشاه بودند، به وزارت رسیده بودند، مناصبی گاهن داشتند، ولی ایمان به الله همه چیز را کنار گذاشتند به خاطر ایمان به الله. و تعبیری زیبایی که خداوند در قرآن به کار میبره میگه اینهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینها جوانانی بودند که ایمان آوردند به الله و ایمان آوردنشون به الله سبب شد که ایمانشون رو افزودیم و بر ایمانشون افزودیم. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. گفتند که ما پروردگار، ما پروردگار آسمان ها و زمین هست، غیر از او کسی دیگری رو به فریاد نمیخوانیم، خدای دیگری رو به فریاد نمیخوانیم،
اگر چنین گفتیم در واقع راهی اختلاف برانگیز رو در پیش گرفتیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اعتراض گرفتن بر قومشون که غیر از الله را به فریاد میخواندن. گفتن لولا یأتون علیهم بسلطان بین، دعا میکنن، متوسل میشدن به ود و سواع و یغوث و یعوق و دیگر بت‌هایی که در زمان خودشون بود، بزرگان صالحی که از دنیا رفته بودند. بارها گفتیم و باز هم میگوییم مشرکین در طول تاریخ منکر ربوبیت الله نبودند، ربوبیت الله را قبول داشتند، باور داشتند ربوبیت الله، اما الوهیت اونها در عبادت براشون مشکل شده بود. همین مشرکین مکه نماز می‌خواندند، حج می‌کردند، روزی می‌گرفتند، انفاق می‌کردند، پیوند خیشاوندی بود. تعبیر متعدد در قرآن حکایت از اونها بیان شده. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه، نماز می‌خوندند اما نمازشون با خرافات بود. حج می‌کردند و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، چون در عهد مشرکین مکه طواف میکردن بین صفا و مروه و قرآن آمد و گفت اشکالی نداره که این کار هم در مسلمانان هم این کار رو انجام بدهن و این صورت میگرفت در بین مسلمانان، یا اینکه در پیوند خیشاوندی در بین مسلمانان بود. حضرت خدیجه رضی الله عنها، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید انک لتصل الرحم وتكسب المعدوم و الی آخره، اوصافی که مشرکین مکه اون رو انجام میدادند. این دلیل بر اینی که مشرکین مکه عبادات داشتند اما عبادات آمیخته شده بود با خرافات بدعت ها، و لات و منات و عزایی که داشتن اینها رو خدا نمیدونستند، مطمئن بودن که اینها خدا نیست. اما چی میگفتن؟ میگفتن والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اینا بارها گفتیم در آیه 3 سوره زمر، میگفتن این لات و منات و عزا صدای ما را به خدا میرسونن، ما که عبادت اینها را نمیکنیم. همین تعابیری که امروزه به نام اسلام بر مردم تحمیل شده، شاه عبدالعظیم و شاه چراغ و امام رضا و فلان و فلان، ما اینها رو که نمیپرستیم. شما فکر میکنید ما قبر پرستیم، ما امام رضا پرستیم، ما ابوالفضل پرستیم؟ نه خیر، اینها نزد خداوند جایگاه خوبی دارن. ما روسیه هستیم، ما فلان هستیم، ما فلان هستیم، صدای ما رو به خدا میرسونن. دقیقاً همون تعابیری که مشرکین مکه به کار میبردن، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، لیقربونا از قرب، مگر اینکه ما را به خدا برسونن. این تعبیر نسخه برابر اصله، هیچ تفاوتی نکرد، فقط اسم متفاوت شد. لات و منات و عزا بود، الان شده شاه چراغ، شاه عبدالعظیم، شاه فلان، شاه فلان، امامزاده فلان، اسمها متفاوت شد. وگرنه لات و منات و عزا افراد انسانهای مؤمن صالح بزرگوار عالم دانشمند امام زمان خودشون بودن. اسم اونها بود لات، اسم اینها شو شاه عبدالعظیم، اسم اونها بود منات، اسم این شاه چراغ، اسم اون فلان، اسم این امام فلان، هیچ تفاوتی نکرد، فقط اون روی سکه عوض شد، همون عمل. بلکه مشرکین مکه از مشرکین امروزه خیلی هم مؤمنتر هستن. میدانید چرا و چگونه و کی؟ مشرکین مکه زمانی که سوار بر کشتی میشدن، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، یا الله میگفتن فاذا ركبوا في الفلك فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اما مشرکین امروزه زمانی که میخواد هواپیما سقوط کنه، هم یا ابوالفضل یا حسین یا عمر یا رسول الله یا هر کسی میخواد بگه، این رو به سر میده. حتی در هنگام سختی هم متاسفانه مشرکین مکه از مشرکین امروزه یا از کسانی که دست به دامن غیر از الله میشوند هم الله را به فراد میخواندن و تعابیر متعدد. برساد از موضوع خارج نشیم، از جوانان اصحاب کهف انکار میکردن این توسلی به این صورت به مردگان و به این صورت دست به دامن مردگان و هر کسی که از دنیا رفته بودن انسانهای صالح. بعد از اون مشرکین جوانان اصحاب کهف، ببینید یکی از ویژگی‌های بارز اهل حق و هدایت یافتگان این هست که
همیشه مطالبه با دلیل، مطالبه به مدرک، مطالبه به استدلال، دلیلت را بیار. در آیه 15 سوره کهف خدا می‌فرماید هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین. اینها کسانی هستند که غیر از الله خدایان دیگری را انتخاب کردند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، لولا یأتون علیهم بسلطان بین، کاش یک مدرکی صریح و صحیح، همون تعابیری که ما همیشه در برنامه به کار میبریم که مدرک باشه صحیح و صریح باشه، بسلطان بین، بین به کار برد یعنی صریح، واضح، بیانگر، شفاف، مدرکی صریح باشد. چون مثل این که جوانان اصحاب کهف هم زمانی که با اقوام خود بحث می کردن اونها مدارکی ارائه می دادن، اما این مدارک بیان نبود، سلطان بیان نبود. به همین خاطر جوانان اصحاب کهف کلافه بودن از این که مجبور بودن بگن بابا دلیل صریح ارائه بدین، به سلطان بیان باشه، مدرکی آشکار، واضح، شفاف. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، این جوانان اصحاب کهف میگفتن چه کسی ظالم تر است از کسی که بر الله دروغ بندد. بعد از این که جوانان اصحاب کهف به نحوی مایوس میشن از این که بتوانند در دیار دقیانوس خدا را عبادت کنند، چاره‌ای نبود مگر این که با هم اتفاق نظر کردن بر این که از شهر بگریزند. و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، گفتند که از این شهر و دیار گوشی نشینی را انتخاب کنیم، عزلت بجوییم. اذ اعتزلتموهم، کسانی که دوست دارن عربی را یاد بگیرن، لازم به ذکر واژه های عربی و فارسی خیلی شبیه به همه و متداخله. اذ اعتزلتموهم، و ما در واژه عربی عزلت گزیدن رو به کار میبریم، و اذ اعتزلتموهم یعنی عزلت را انتخاب کردن. و ما یعبدون الا الله، و اینکه فقط الله را عبادت کنن. فاو الى الكهف، به هم دیگر گفتن بریم و به غاری، کوهی، جایی پناه ببریم تا این که ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، تا این که خداوند امور رو، بستر توحید رو آماده کنه. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة من ذلك من آیات الله من یهدی الله فهو المهتد و من یطلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و معجزه خداوند اونجا، این معجزه که در قرآن تلاوت میشه رو صورت داد، و اون هم این که به خواب رفتن در اون غاری که در اون کوهستان بود. من یهدی الله فهو المهتد، ذلك من آیات الله، این نشانه خدا بود. هر کسی که خداوند او را هدایت داده، پس این شخص هدایت یافته است. و اگر کسی گمراه شد، پس یار یاوری، نصیحت کنندهی، هدایتگری، نجات دهندهی را نخواهد یافت. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، شما تصور میکنید که اینها در غار بیدارند در حالی که خوابشون برده. و هم رقود، خواب هستند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونها رو می غلطانیدیم، اونها رو به سمت چپ و سمت راست می غلطانیدیم. اینجاست معجزه‌ای که در قرآن بیان شده و شاید در ابتدای امر ساده بود، علت غلطانیدن چیست؟ چرا بایستی بغلطن؟ این قرآن در 1400 سال پیش زمانی نازل شده که از علوم پزشکی مدرن هیچ خبری نبوده، اما این حقیقت‌هایی که امروزی داره ثابت میشه که عجیب فنون و عجیب علوم تخصصی که خدا در این قرآن بیان کرده و امروزی پزشک مدرن ثابت کرده که بدن نیاز به تحرک داره حتی در هنگام خواب. و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، در حالی که سگشون در دهنه غار بگونه نشسته بود که شما فکر میکردین که داره پارس و نگهبانی میده، و اگر اونها رو میدیدید
از اونها از فرد ترس و هراس از اونها گریزان می شدید. بخش این قسمت تا اینجا به پایان رسوندیم. انشاءالله در هفته آینده دنبالی این قضیه که جوانان اصحاب کهف بعد از این خواب طولانی چه اتفاقی برای اونها رو خواهد داد رو در قسمت آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. بخش دوم و بخش سوم برنامه سری خواهیم زد به کتاب حجت اسلام مرتضی رادمهر، یکی از طلسم شکنان معاصر، و سری خواهیم زد به ایمیل شما عزیزان. میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز خواهیم گشت. لازم به ذکر عزیزانی که برنامه رو از شبکه های غیر از شبکه جهانی کلمه میبینن و شبکه های دیگر میبینن، میتوانید در این حال بر از طریق وبسایت ما برنامه زنده رو مشاهده بفرمایید و آدرس وبسایت ما www.kalame.tv هست. برنامه به طور زنده پخش میشه و میتونید در هر کجای دنیا که هستید برنامه زنده شبکه کلمه رو مشاهده بفرمایید. بعد از این میام برای کوتاه باز خواهیم گشت با دنبال این مطلب. شبکه جهانی کلمه را اندازه گردید تا با نگاهی واقع گرایانه به مبانی و ارزش‌های اسلامی خرافات، بدعت‌ها و شرکیات منتشر در جامعه را ریشه‌کن کند و با ارائه تاریخ صحیح صحابه و اهل بیت پیامبر اسلام خیانت در گزارش تاریخ را برملا سازد. شبکه جهانی کلمه را می توانید بر این ماهواره ها مشاهده فرمایید. هاتبر فرکانس 11642 عمودی سیمبل ریت 27500 34 رام یوروبرد 2 عربسط فرکانس 11585 عمودی سیمبل ریت 27500 34 رام یا از طریق وبسایت ما به آدرس www.kalame.tv شاهد برنامه‌های زنده شبکه باشید. و همون خدا پرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، به سوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم و برنامه طلسم شکنان. در این برنامه سعی خواهیم کرد که با برنامه های متنوع و موضوعات متنوع برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. هدف بیان حقیقت های علمی و ایمانی است که طلسم شکنان عزیز نیازی به اون دارن و همچنین کسانی که در لب مرز هدایت قرار گرفتند قوت قلبی باشه برای اونها و برای اینکه بتونن برای تصمیم دیگر و تولدی دیگر به طور قاطعانه تصمیم بگیرند. و وظیفه ما چیزی نیست جز ابلاغ رسالت. وظیفه ما نیست مگر و ما علی الرسول الا البلاغ، طبعا بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی نبود مگر ابلاغ، و بر مبلغین دیگر هم، مبلغین دینی هم به تبع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وظیفه اجبار و وادار کردن و تهدید و دیگر وظیفه ندارن جز این که ابلاغ کنن. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما اگر به خاطرتون باشه در دو قسمت گذشته سیرت یکی از حجت الاسلام هایی که طلسم را شکست و هدایت یافت و خرافات و بدعت ها را کنار گذاشت و شکستن طلسم توسط ایشون سبب شد که ایشون رو متاسفانه با روشی ظالمانه ایشون رو به قتل برسونن، اما خاطرات ایشون، تاریخ ایشون رو زنده نگه داشته و این فرد کسی نیست جز حجت الاسلام مرتضی رادمهر. حجت الاسلام مرتضی رادمهر از طلاب حوزه علمی قم که ایشون باز هم تحصیل کرده و در
زمینه علوم پزشکی هم تحصیل کرده بود و شخصی کاملا شناخته شده به حمدالله، هرچند که متاسفانه آقایون سعی کردن در بد و هدایت ایشون سعی کردن ایشون رو نذارن صدا ایشون بالا بیاد، اما به حمدالله خداوند لعنصرن نک ولو بعد حین، خداوند آه مظلوم رو باز نخواهد گردوند. اگر تا فهم لطفاً تصویر لپتاپ رو بنده بدین با بینندگان این کتاب رو با هم دیگه بخوانیم. کتاب طبعا چگونه هدایت یافتم، تولدی دوباره و انتخابی نو، مؤلف مرتضی رادمهر. در قسمت اول و مقدمه با حضور مقدمه‌ای که نوشته شده بود رو با هم دیگه خوندیم و شروع می‌کنیم به مطلبی که خود حجت الاسلام مرتضی رادمهر با دست خودشون نوشتن و اون بعد از اینکه فهرست موضوعات کتاب رو ذکر میکنه میریم سراغ اصل کتاب و اون هم بعد از مقدمه، که این البته این مقدمه در قسمت گذشته خواندیم. دوستانی که دوست دارن این کتاب تقدیم حضورتون میشه با ایمیل book@kalame.tv مکاتبه بفرمایند و این ایمیل و این کتاب تقدیم حضورشون خواهد شد. ما از اینجا شروع میکنیم که تا اینجا خواندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه: الحمدلله رب العالمین الذی هدانا طریق الاسلام والایمان والاحسان والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین الی یوم الدین. سپاس خالق هستی را که فکر و اندیشه، عقل و خرد، هدایت و نور را آفرید. ذات پاکی را ستایش میکنیم که کل جهان هستی در قبضه و احاطه مطلق او. سر تعظیم و تکریم و بندگی به پیشگاه خداوند فرود میآوریم که به ما علم و معرفت، خرد و اندیشیدن را ارزانی فرموده است. خدایا تو را سپاس میگوییم که نور هدایت را در قلب من نیز تابانه دی. الهی تو را می ستایم که نعمت اندیشیدن را به من دادی. پروردگارا تو را شاکرم که شهامت را به من بخشیدی تا بتوانم در راه شهادت قدم بردارم. آنچه پیش روی شما خواننده گرامی سوگنامه است از دوران گمراهی و ضلالت، گزارشی است از ظلم ظالمان دوران در مقابل با آزادی، در نامه است از دوران هدایت و وصل شدن به محبوب و معبود حقیقی، و بالاخره کلماتی است در مورد تولدی دوباره و زیستنی نو با اندیشه نو در پیمودن راهی صحیح و درست که همانا راه رسیدن به محبوب و معبود اصلی است. پس چنانچه در نوشتن مطالب اشکالات و نقص‌های ادبی دیده می‌شود، امیدوارم خوانندگان عزیز این حقیر را مورد عفو قرار دهند، چرا که بنده تا به حال در زمینه ادبی قلم نزدم و رشته دانشگاهی هم نیز ادبیات نبوده است. پس پیشاپیش به خاطر عدم وجود ادبیات خوب و استاندارد در نوشتن پوزش می‌طلبم. اما بنا به تعهد و رسالتی که در خود احساس می‌کردم، ناگزیر شدم مختصری از زندگی خیش و وقایع و لحظاتی که حاصل مطالعات و تحقیقات چند ساله من در محیط دانشگاهی و حوزوی، تجارب دوران زندان، شکنجه، حبس، آوارگی و مهمتر از همه آنچه سبب تحول و دگرگونی فکری و عقیدتی در من گردید، به صورت رساله‌ای مدون تدوین و تحریر نمایم، به این امید که آنانی که می‌خواهند آزادانه بیندیشند و به دور از هر گونه تقلید و از روی تحقیق و تفحص آیین و مذهبی درست و صحیح را انتخاب نمایند، در پیمودن و انتخاب این راه تجربه‌ای داشته باشند. خواننده گرامی، اگر چنان که می‌خواستم تصور کاملا روشن از واقعیات و آنچه بر من گذشته بود در وجودم نفوذ کرده بود و اساساً زمینه‌های تحول فکری و عقیدتی را در من ایجاد کرد ترسیم نمایم، اما به علت بیماری شدیدی که به آن مبتلا شدم و همچنین به علت نداشتن تخصص کافی و آمادگی لازم در این زمینه، نتوانستم تمام آنچه را که باید می‌نوشتم بنویسم و در اختیار شما عزیزان قرار دهم. اما به هر جهت به خاطر تشویق تعدادی از اطرافیان و دوستان بران شدم که صفحاتی از هرچند مختصر و اندک از آن دوران بر کاغذ بکشم. شاید پروردگارم عمر و توفیق داد تا در آینده بیشتر بتوانم به طور مفصل زندگی پرفراز و نشیب خیش رو به ترسیم بکشم. سعی نمودم تا حدی که برایم مقدور باشد حوادث و اتفاقات در این مجموعه بر اساس واقعیات و همراه با شواهد باشند، البته نه به سبک رمان کلاسیک بلکه به زبان ساده و گویا آن را به رشته تحریر درآورم. از دیدگاه خود واضح‌تر بگویم، به عقیده خود از مطالب حوادث مندرج در این مجموعه به عنوان عامل گسستن زنجیرهای اسارت از دام خرافات، موهومات و فرو ریختن دیوارهای بلند جهالت، تفکرات محض جاهلانه و تعصب گونه مذهبی و گریز از دنیای تاریک ابهامات افراط و تفرید، تشکیک و تردید
و نهایتاً صعودم بر قله بلند علم و معرفت و رسیدن به افق حقیقت و هدایت تعبیر می نمایم. البته خروج از دنیای تاریک ابهامات و تعصبات جاهلانه و افراط و تفریط‌های مذهبی به نحوی که زیر باران شدید تبلیغاتی و تربیتی پدیده‌ای به نام مذهب که در کشور ما مصرف عامه داشته، جز با توجه و استعانت به خداوند کار بسی دشواری است. خداوند سبحان را سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمود با مطالعه و تحقیق هرچند مختصر و محدود و محدود آگاهانه و با اطمینان خاطر به زندگی بسیار مرفه و اشرافی و تجددگرایانه پدر و همچنین دنیای متعصبانه و صرف مذهبی مادر بی اعتنا و با دریدن پرده های تاریکی و ابهام و خرافات، بعضن خرافات و موهومات و نپذیرفتن این واقعیت که جز عالم شیعی دنیای اسلام دیگری نیز هست پایان دهم و رو به حقیقتی بیاورم که باعث نجاتم و سربلندیم در دنیا و آخرت می گردد. با پشت کردن به مذهب و خطوط فکری شیعی، گرویدن و پیوستن به مذهب اهل سنت و جماعت، به واقعیت بسیار مستحکم دینی اتصال پیدا کردم. خواهر و برادر مسلمان، مطالب و مباحث مندرج در این مجموعه عمدتاً اعتقادی و محور برخورد متقابل دو اندیشه و خط فکری متفاوت و متمایز، یعنی مذهب اهل سنت و جماعت و مذهب شیعه است. لذا به صراحت اعلام می‌دارم که با هیچ یکی از احزاب سیاسی وابستگی نداشته و اغراض تعاملات، مناسبات، ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی مورد لحاظ قرار نگرفته است. از خداوند سبحان خواستارم تا به همه جوانان جامعه ما توفیق درست فهمیدن و درست اندیشیدن و درست انتخاب کردن رو عنایت فرماید. انشاءالله مرتضی رادمهر 1/1/1381 هجری شمسی، پنجشنبه موافق 6 محرم الحرام 1423 هجری قمری، که انشاءالله دنبالی این کتاب مطلب را انشاءالله در قسمت دیگر تقدیم حضور شما ایزان خواهیم کرد. بله، این مرتضی رادمهر، حجت اسلام مرتضی رادمهر، بعد از تحقیق و بررسی راه حقیقت رو پیدا کردند، اما عاقبت امر متاسفانه توان دیدن وجود فکری آزاد در این جامعه نداشتند. انسان‌های تنگ نظر بایستی همه انسان‌ها که با این فکر مخالفن حاضر نیستند بردگی را بپذیرند، بردگی مدرن، یعنی اینکه دست به سینه در مقابل اعلی حضرت بیستد و تقلید رو بپذیرد. این رو بایستی حذف کرد و از بین برد. مگر می شود کسی در این جامعه زنده باشد و توسل نپذیرد؟ مگر می شود کسی در این جامعه زنده باشد و مرجع تقلید و در یک کلام ارباب نداشته باشد که در مقابل او خط و خطوط خود را از او یاد بگیرد؟ مگر می شود هایی که فرعون بر قوم خود تحمیل می کرد، فاستخف قومه فاطاعوه، قومش را خوار و ذلیل کرد و مردم را به بردگی کشند. و متاسفانه همین فکر خرافی بردگی بر جامعه ایمانی تحمیل شده و به گردن مردم مظلوم و بیگناه ما متاسفانه قلاده زده اند و اونها را تلسم کردند، بیگونه ای که بایستی مرید و تابع و پیرو اونها باشند. نمایندگان خدا بر روی این کره زمین هست، کی جرأت داره از این خط تبعیت نکنه؟ بخش دوم برنامه مصاحبه شبکه جهانی کلمه با یکی از تلسم شکنان مسیحی است که به حمدالله ایشون تلسم خرافات و بدعت و شرکیات را شکوندن و وارد اسلام شدن. این مصاحبه انصاری شبکه کلمه با این شخص بریتانی الاصل که الحمدالله فکر اسلام را پذیرفتن ترتیب داده شده. بعد از اون انشاءالله ایمیلی یکی از دوستان تلسمشکن را خواهیم خوند و بعد از اون صدای گرم شما ازان و به خصوص تلسمشکنان را خواهیم شنید و با این وضعیت برنامه را انشاءالله به پایان خواهیم رسوند. دوستانی که برنامه را از شبکه های دیگر مشاهده می فرمان، بار دیگر یادآور میشیم کسانی که دوست دارن این برنامه را دنبال کنن می توانید
از وبسایت ما نیز برنامه را مشاهده بفرمایید. آدرس ما بر وبسایت دوستان زیرنویس خواهند کرد و به وبسایت ما سر بزنید. هرچند که این وبسایت ما در تمام دنیا باز است به جز جمهوری اسلامی ایران که فیلتر شده و این سایت شبکه اسلامی در آمریکا، انگلیس، اسرائیل و روسیه، چین به حمدالله فیلتر نیست و این سعی صدر در این کشورهای اروپایی و آمریکایی که مسیحی و گاهن یهودی هستند سعی صدر وجود داره و الحمدلله که انسانها و مسلمانان در کشورهای آمریکایی و اروپایی بهره می‌برند به جز مسلمانان در ایران که به هر صورت این وبسایت به صلاح نیست و برای حفظ وحدت امت اسلامی این شبکه و این سایت ها باید فیلتر باشد. بعد از این میام برمی کوتاه باز خواهیم گشت با مصاحبه با یکی از تلس مشکنان با هم دیگه ببینیم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? الحمد لله ربي. خوبي. Yeah. This is my first, as far as my Farsi goes, yeah. Good. Excellent. Okay. Who is Jibril? Jibril is born in Romania. Okay. Migrated to Canada. A teacher, grade one teacher. Insane. And also a Dai. I would consider this my full-time job and teaching is part-time. Can you explain for our audience what do you mean by Dai? Actually, I became Muslim about 9 years ago. Inshallah. Okay. What were you before? I was a Christian before, from a big Christian background, Catholic, some Unitarian, Orthodox. Okay. And growing up as a child, you know, I loved God, to be honest. Right. This is one of my most favorite topics was God, talking about God, learning about God. This is by the will of God, actually. And different things happened in my life, actually, such as some accidents took place on Sundays, right? So as a child, even in that stage, I made a connection. I said, well, I'm missing Sunday church, therefore God's punishing me. So I started getting really into it, right? So now going to church and understanding a bit more and studying more, I started developing some questions. And I wanted to know, who is God? Okay, and I think every person in this life should ask this. Sorry, how old were you? I was quite young, actually, believe it or not, about the age of 7 or 8. Oh. Okay, yes. Which is, I know it to some people, it's quite shocking. And this is all to show that sometimes we undermine our youth. Sure. As to how, you know, deep they can think. Even kids think about these things. Sure. So I wanted to know, who is God? Okay, so, I mean, I'm kind of giving a compressed story. Sure. On how it works. No, okay. Take your time. But basically, I wanted to know the truth. And I think this question is a fundamental question that every person should ask themselves in their life. Be it you are Christian, whoever you are, that you should ask, who is God? What is the truth, right? As human beings today, we pride ourselves that we live in a modern society. We're rational thinkers. We go based on proofs, right? But we don't apply this kind of standards when it comes to faith in God and religion. I think everyone should look at it from this perspective. Of course, religion has a spiritual aspect, but it seems that sometimes we undermine, okay, the intellectual aspect of looking at faith. So as such, I started a journey as looking to God, looking for God. What is the truth? Of course, the only thing that I knew was Christianity. Sure. What did I know about Islam? Very little. All I knew is that the history of Romanians and Turks is not a clean history, sure. Right? So the Romanians have to be right. And the Turks have to be wrong. And you're a Romanian. And I'm a Romanian, I have a Romanian background. So obviously I have to side with my roots, okay? So, of course, this was a lot of things that we were taught in school about Islam, about what Muslims really are, were wrong, okay? The only time I realized that was when I moved to Canada. I'm sorry, like what? Well, first of all, a very big misconception that still circulates today is the concept of a moon god, okay? That Allah is a moon god. What do you mean by that? That, you know, basically they would look at the symbol that the Ottoman Turks used to have, the semi, the crescent. Yes. And they would say, actually, this is, you know, from their weak rationality, they would say, well, we have the cross. Yes. And we sport so it. So that represents and they have God. The, yeah, that's God for it. I know this is our God symbol, and I know Jesus crucified. For obviously, they worship the moon. We worship the cross, they worship the moon. So right? you're saying that this is general misconception. It's a general misconception that is pushed till today. I think is Dr. Murray, who has a book called The Moon, Moon God, and still trying to academically prove that Allah is a moon god, okay? Or an idol.
Okay. So basically, we're taught these things. We're taught that Muslims are pagans, pretty much. Okay. So we grew up with this concept. We actually memorized poetry about the Turks and about the Muslims, you know, derogatory poetry, pretty much, right? So we grew up with this kind of background. And when I moved to Canada, I finally met Muslims for the first time. And how, I'm sorry for asking, how old were you then? I was 14. Okay. Okay. And I saw a misalignment between what I've been taught about Islam and what I see about Islam in some people. Specifically, a very kind brother from Bosnia, okay, who was a youth himself and would like to go and be with us and like what boys do at 14, but he never missed his prayer. And I asked him something, I asked him a deep question. I said, listen, man, I mean, we go dancing and we try to go with girls and you're praying. So we're going somewhere outside. You're like, oh, it's prayer time. So I asked him, how come? Don't you find a contradiction? He said, no, I know I'm wrong. I know what I'm doing is wrong. I need to leave an open door towards God. And this is my repentance. He will never miss his prayer. But something hit inside of me when I saw him praying. Because I would have to stay with him, make known, prostrate in front of him. I didn't know why, right? But I would see him prostrating, making sujood. That captured my heart, actually. And that made me remember of how Jesus prayed. So a natural question came to me. I said, well, if Jesus prayed like this, and he prays like this, there must be a connection. And at the same time, what I've been taught in Romania and what he's doing is totally different. So who's saying the truth? What's going on here? Slowly, slowly, lo and behold, I came to realize that actually what I've been taught is not true. Okay? People have a lot of misconception about Islam due to fear, due to not knowing things. And how long your journey to Islam took? It took, I would say, to being introduced to Islam, it took about 6 or 7 years here. Okay? It started very simple with certain questions and talking and, you know, certain, you know, these kind of aspects. Then into looking into books. Then on trying to go into a certain crisis in my life. And I think most people go through that. And this is a chance for people to either get close to God or move away from God. Sure. Okay? You lived a life of Christianity. Yes. And you're living a life of being a Muslim. Of being a Muslim. Right. What is the difference? What are the main, you know, characteristics of being a Muslim? Right. Well, going that back, you lacked. That right. you lacked. Then, that I lacked. Or, going back to the story, the actual, when the shell broke, it was a question that represented the difference between the Christian theology and the Muslim theology. And he asked me one day, what do you mean when you say Jesus is the Son of God? And this kind of question popped into my mind. I said, what do I really mean? Do I really mean that Jesus is the Son of God, that he is a God, or that God has a son? So that question stayed with me actually for quite some time. So reading about Islam, hiding my books under my pillow so my family doesn't know, right? This kind of thing. Being somehow ashamed or feeling, you know, that what am I doing? I'm betraying my culture, what is it? Then I realized that actually it's not an issue of culture. It's an issue of what is the truth, right? True. So, lo and behold, this was the most important difference that really pushed me to look further into it. And obviously, coupled with prayer, believing in God, I've actually left Christianity first. Because I was looking into Christianity, into the Bible, for answers. And actually, what really struck me was that the answers that I found in the Bible were closer to Islam and agreeing with Islam than with the concept of Christianity and the doctrine of Christianity. So you were in a state of religionlessness. I was in limbo pretty much, right? Okay. I believed in God. And then slowly I felt the need though for a way, because I said, well, if God exists, and I know that he exists because the proofs are undeniable, I said, well, he also wants something from me. I started kind of inventing my own religion, praying like the Muslims do because I liked the way, starting to fast like in Ramadan, like half day, you know, not full day, because I was like, I'm not, you know. How old were you again? At that time, I was about 17. 17? Yes, when this is happening, right? So, but then I realized I found a void in my heart that I need to find the path, okay? Of course, we don't necessarily take, and I don't like, but I had an interesting dream that took place in my life, and it was a dream that I'm dying. Okay, I was in a party and a girl came and stabbed me in the stomach, right? So I woke up, it was a very vivid dream, what you call in psychology, right? You can't really tell the difference between reality and life. And I woke up and I felt that, okay, what if I am gonna die one day? Why am I putting these things on hold, you know, as to what is the truth, who is God, what is the right path?
right? So that actually kind of sped the process, because I felt, listen, inevitably everyone will die. And the Quran says, كُلُّ نَفْسٍ دَائِكَةُ الْمَوْتِ MashaAllah. Every soul will taste death, right? So I felt an urgency for myself to try to learn and know more. So, I mean, just to speed up things, I didn't say that, okay, Thursday I'm going to convert to Islam. I just woke up one day and I said to myself, well, hold on a second. Are you lying to yourself? Are you trying to, what are you trying to run away from? You have established already, you know it, you believe it. It's been proven to you without a doubt. So I woke up the day and I thought, I need to be a Muslim today. So I told my friend, as we saw each other in the university, I said, I need you to come over. I need to talk to you about something important. He did come over at night and I told him, I want to be a Muslim. He said, I knew it. I knew it. He said, do you remember when I took you to the mosque in Ramadan? One time I went with him in Ramadan to the masjid. And it was a Taraweeh prayer. I said, well, you guys pray so long, man. You guys pray so long all the time. He said, when I made sujood in Taraweeh, I prayed to Allah. And I was praying next to him, right? He said, oh Allah, if this guy is sincere, please guide him. And he's like, I knew that he's going to guide him. So alhamdulillah, I took the shahada. And I've been a Muslim almost 9 years now, alhamdulillah. You know, alhamdulillah, you know, Prophet, all the prophets had disciples. Yes. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had companions, yes, sir. Sahaba. Sir. What do you think of Sahaba? What is your conception so far that you've heard? I mean, we need to understand that the people that surrounded the prophets were the ones who inherited the knowledge from him, right? The people who surrounded Prophet Jesus are the ones who inherited the knowledge from him. The Sahabas, may Allah be pleased with them, who surrounded the Prophet Muhammad, peace be upon him, took the knowledge from him. We are Muslims and we know of Islam because they passed it. They have gone up to China. Most of the Sahabas died outside the Medina, living and dying for us to be Muslims today. So as the Prophet said, whoever loves my Sahaba, you know, this is and whoever hates them, this is a big problem. So we love the Sahaba, alhamdulillah. Yes. Okay, well, as a concluding statement, what is your, opinion, or what was your message to Kalama viewer audience in Persia? I would say that for those of you that you've obviously been blessed to be Muslims, okay? Allah subhanahu wa ta'ala, it's a ni'mah to be a Muslim, okay? A lot of people don't realize it. They're born as Muslims. Their name is Ahmed, Hassan, Muhammad, Ali, or whatever. They don't realize that Islam is golden. It's priceless, okay? We need to acknowledge that, and we need to be proud of that. And at the same time, we need to realize that just because we're a Muslim, it's not the end. We didn't reach a threshold. Actually, there's no threshold. We need to grow. And we need to know that within the truth, there is truth, okay? We need to follow what the Quran is saying, what Allah has revealed, and what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us, and how the Sahabas implemented it. This is something we need to understand. It's a very simple concept, but we need to follow this. And we need to feel proud that we are Muslims. We don't need to look for pride and izzah anywhere else. We have everything we want in Islam. So you think that Islam is applicable in a similar society like? I would say that there's no other application other than Islam, because Islam encompasses every aspect of life, intellectual, spiritual, and physical. You can be a brain surgeon and be the best Muslim you can ever be. You can be anything. Why people are separating and making a dichotomy that, well, if you're a good Muslim, then automatically you have a bad career, or you'll be successful. Who said that? You know, we've seen, and throughout the Sahabas, for example, Uthman and other of the Sahabas who have been successful businessmen, or very, you know, very. And you're a teacher. I am a teacher. What do you teach? I teach English, math, science. MashaAllah. Yes, and also some. And you're a successful teacher, MashaAllah. And I hope so. Alhamdulillah. I love teaching. Do your students like you? I think so. Love them. I hope they love me. Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you very much for the time, brother. And I think the way to say in Farsi, if you can help me, I forgot. Yes. What is it? Thank you very much. شبکه جهانی کلمه راه اندازی گردید.
تا با نگاهی واقع‌گرایانه به مبانی و ارزش‌های اسلامی، خرافات، بدعت‌ها و شرکیات منتشر در جامعه را ریشه‌کن کند و با ارائه تاریخ صحیح صحابه و اهل بیت پیامبر اسلام، خیانت در گزارش تاریخ را برملا سازد. شبکه جهانی کلمه را می توانید بر این ماهواره ها مشاهده فرمایید. هاتبر، فرکانس 11642، عمودی، سیمبل ریت 27500، 34 رام، یوروبرد 2، عربسات، فرکانس 11585، عمودی، سیمبل ریت 27500، 34 رام، یا از طریق وبسایت ما به آدرس www.kalame.tv شاهد برنامه‌های زنده شبکه باشید. و هم خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده. در خدمت شما هستیم با بخش آخر و اون هم صدای گرم شما عزیزان و ایمیل شما تلسم شکنان عزیز، کسانی که خرافات و بدعتها و شرکیاتی که مانند تلسم انسانها را به بردگی کشونده، انسانها را به در باطلاق خرافات درگیر کرده و جامعه را فلج کرده، این تلسم را قهرمانانه شکوندن و وارد دنیای آزاد، دنیایی که به عقل ارزش قائل است و هر انسان خودش هست که تصمیم میگیره و عقلش هست که تصمیم میگیره، نه اینکه برای او از پیش تصمیم گرفته باشند و مانند افساری که برگردن شخصی گذاشته باشند و این افسار را به دست شخصی به نام مرجع تقلید داده باشند که هر چی خواست این مرجع تقلید برایش رسم کند و این هم بر اساس اون خطوطی که مرجع تقلیدی که مانند خود انسان، ما انسان ها انسان هست، برای اون کار انجام بده. من ابتدا عذر میخوام از شما تلسم شکنان عزیز، شماهایی که زحمت کشیدین و ایمیل های متعدد از بیوگرافی خود ارسال فرمودین. واقعا ما شرمنده شما تلسم شکنان هستیم و انشاءالله روزی برسه ما این برنامه تلسم شکن رو افزایش بدیم به جای یک قسمت، حداقل دو سه قسمت باشه، تا اینکه بتونیم تمامی این ایمیل ها را بخوانیم و شرمنده شما عزیزان تلسم شکن نباشیم. اما یک مطلب را به تمامی تلسم شکنانی که ایمیل مکاتبه کردن و ایمیل ارسال کردن، ما حتما اون ایمیل ها را قرائت خواهیم کرد، حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. یکی از این ایمیل ها را خواهیم خوند و به علت محدودیت وقت میریم سراغ تماس های تلفنی. تماس ها استثنا در این قسمت 2 دقیقه در نظر گرفته میشه، برای اینکه برنامه استاد زهرابی نزدیک هست و ما برنامه استاد زهرابی برخورد نداشته باشیم. اتاق من تصویر لپتاپ رو ما بدیم. من ایمیل یکی از دوستان رو که دوست ندارم اسمشون رو قرائت کنم، من این رو بخونم. اگر اتاق خانه نمیدونم تصویر ممکن هست بالاتر بکشین، برای اینکه من به این صورت تصویر رو از بالا ببرین. اتاق خانه من ممنون میشم اگر تصویر رو بالا ببرین. بله بالاتر، بله متشکرم، کافیست. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون با عرض سلام و احترام خدمت استادان گرانقدرم در شبکه کلمه، بندشی ازاده 33 ساله هستم که تا سال قبل بسیار مقید به اصول شیعی بودم و تمام فرایض را ادا می نمودم. خدا را شکر به واسطه شبکه وزین شما و نیز شبکه استاد ملازاده مدت 8 ماه است که مسلمان شدم الحمدلله. در شیعه هر فرد مرجع تقلیدی دارد و فروع دین و نحوه انجام آنها را از کتاب مرجع فرا می گیرد. بنده متاسفانه با وجود ایمان کامل به مذهب تسنن، از نحوه نماز خوندن و وقت اذان و نیز سایر فرایض دینی بی اطلاعم و این اعمال را همانند گذشته به انجام می رسانم. سایت شما هم من این رو بله
سایت شما هم فیلتر می باشد و با فیلتر شکن بسیار کند است. بله متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران این سایت فیلتر شده است، حال آنکه در اسرائیل و انگلیس و آمریکا و روسیه و چین و دیگر هیچ جایی در دنیا شما پیدا نمی کنید که این سایت یک شبکه اسلامی فیلتر باشه، اما در ایران این سایت ها فیلتر هست، زیرا نان آقایون رو آجر خواهد کرد. این متاسفانه و کاریش همیش کرده و به همین دلیل تا کنون نتوانستم کتابی را از سایتتان دانلود نمایم. مضاف بر این که تعداد کتاب‌های موجود در سایت بسیار زیاد می باشد، خواهشمندم در صورت امکان مرحمت فرموده و کتاب یا کتاب‌هایی را در خصوص فروع دین و نحوه صحیح آنها را به بنده معرفی نمایید. و متشکرم از دوست تلسم شکنمون. چشم، انشاءالله این کتاب هایی که در فروع دین هست سعی بر این میشه که انشاءالله این کتاب ها تقدیم حضورتون بشه. حال آنکه دوستان تلسم شکنی که دوست دارن کتاب هایی در این زمینه دریافت فرمایند، با ایمیل book@kalame.tv و یا با ایمیل zr@kalame.tv مکاتبه بفرمایید، انشاءالله این کتاب ها تقدیم حضورتون خواهد شد و انشاءالله که فروع دین رو با بینش و آگاهی کامل دین و عباداتمون رو همان گونه که رسول خدا و اهل بیت رسول خدا انجام میدادن انجام بدهیم. از همکنون به مدت 20 دقیقه صدای گرم شما از آن رو خواهیم شنید و لازم به ذکر وقت تماس ها 2 دقیقه خواهد بود، به علت اینکه دوست داریم مجموعه زیادی از شما از آن رو بشنویم. اولین بیننده رو به ما بدیم. الو بفرمایید. خب پس میام برنامه، دوستان میام برنامه رو ترتیب دادن، بعد از این میام برنامه باز خواهیم گشت با صدای گرم شما عزیزان. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. و واقعاً به همون دین ناب محمدی و همون خداپرستی می آوردم. بارلاها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه تلسم شکنان. صدای گرم شما دوستان تلسم شکن را خواهیم شنید و از تجارب و سابقه شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اولین بیننده را به ما بدیم. از تبریز، بیننده عزیز از تبریز بفرمایید. بیننده عزیز خانم جعفری بفرمایید. سلام خانم جعفری. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات خانم جعفری. رحمت و برکت خدا شامل شما باشه جناب استاد هاشمی و همه عوامل دستن در کار در این برنامه های بسیار بسیار پرنور و با معرفت. ممنون، لطف فرمودین، بزرگواری فرمودین خانم جعفری. تبریک میگم به همه کسانی که دعوت حق را لبیک گفتند و عبارتی در اون دعوتنامه‌ای که گفته بازای بازای هر آن چه هست بازای، گر کافر و کبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازای. امیدوارم خدای بزرگ توفیق بده واقعا ما بتونیم ابراهیم گونه و هاجر گونه از خودمون هجرت بکنیم، عبور بکنیم، بتونیم انشاءالله تأثیر بجوییم به این بزرگواران، با قرآن آشتی کنیم و راه مستقیم الهی رو انشاءالله سلوک داشته باشیم، سلوک با قرآن به خصوص. خانم جعفری، الو الو خانم جعفری، من صدای خانم جعفری رو ندارم. خانم جعفری من صدای شما رو اصلا ندارم، نمیدونم اگر قطع شده حیف شد. من دوست داشتم از تجارب ایشون و توصیه و پیام ایشون به بانوان و همچنین بقیه ایرانیان پیام ایشون رو داشتیم. بر صورت این افتخاری بود که خانم جعفری بعد از مدت‌ها به ما دادن. تشکر میکنم از ایشون. بیننده بعدی رو به ما بدیم. محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد بفرمایید.
الو محمد. من صدای محمد رو باز هم ندارم، نمیدونم صدای محمد رو ندارم. اگر اتاق فرمان رو کنید شماره های جدید رو زیر نویس کنید، شماره های جدید اعلام بفرمایید، چون متاسفانه توان شنیدن صدای گرم شما اذان را ندارند، به همین خاطر گاهن متاسفانه بر تماس ها پارازیت گذاشته میشه و این تماس ها به نحوی قطع میشه. انشاءالله که ما بتونیم با اعلام شماره های جدید این پارازیت ها را دور بزنیم. بیننده بعدی اگر محمد قطع شده، بیننده بعدی را به ما بدین. مثل اینکه خب تماس هایی از ایران با مشکل مواجه هست، شما لطفا شماره جدید اعلام کنید و با شماره های جدید ما بینندگان را داشته باشیم. من تشکر میکنم از خانم جعفری از این مطالب زیبا. بله، انسان بایستی همیشه در تکاپو باشه، همیشه در حال تحقیق و پژوهش باشه. خدا ما در مقابل این بودجه و سرمایه الهی که خداوند به ما داده مسئولیم و بارها این حدیث را خوانده ایم و باز هم تکرار میکنیم، روز قیامت از ما پرسیده خواهد شد. و یا اینکه حدیث رسول صلی الله علیه و آله فرمودند لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، روز قیامت انسان گامهایی را از هم بلند نخواهد کرد، یعنی یک قدم هم جلو نخواهد رفت مگر اینکه پاسخگوی چهار سوال باشد. عن عمره فیما افناه، عمرش رو در چه راهی صرف کرده. این سرمایه زندگی و حیات که به او داده شده، با این سرمایه حیات و زندگی چی کار کرده. و عن شبابه فیما ابلاه، و این که جوانیش در چه راهی صرف کرده و در چه چیزی مشغول بوده. زیرا جوان قدرت عقل فوق العاده داره. به همین خاطر شما توجه بفرمایید، مجموعه ای از این طلسم شکنان یا 90% طلسم شکنان جوانان هستند، زیرا قدرت عقل فوق العاده این جوان سبب میشه که همه این تلسم ها را بشکنند و این خرافات و بدعت ها و بردگی را کنار بگذارند. و این قرآن هست که این جوان را تحت تأثیر خودش قرار میده. خب اگر تا خانم تماس وصلی به ما تماس ها را بدین، ما از وقت استفاده کنیم. ما 15 دقیقه تا پایان وقت برام وقت داریم. انشاءالله که این مشکل تماس ها رفع بشه و ما انشاءالله بتونیم لطفا شماره های جدید اعلام کنید، برای اینکه ما خب شماره های دوستان بیننده شماره های جدید اعلام خواهد شد. شما لطف فرمایید و شماره های جدید با ما تماس بگیرید، برای اینکه ما بتونیم این پارازیت ها رو دور بزنیم. متاسفانه ببینید، یکی از ویژگی های بارز باطل اینه که توان شنیدن و توان دیدن اینکه اهل حق سخن حق رو بیان کنن، این رو توان دیدن این رو ندارن. با متشنج کردن اوضاع و با شلوغ کاری کردن و با پارازیت فرستادن سعی میکنن حق رو به نحوی خاموش و خفه کنند. و این در آیات قرآن و در اقوام گذشته به صراحت و وفور به چشم میخوره و انسان میبینه. معروفه زمانی که موسی دعوت خودش رو آغاز کرد، فرعون چون توان دیدن دعوت توحیدی موسی را نداشت، چون میدید موسی داره اومده که انسانها را نجات بده از بردگی زیر دست فرعون، از بردگی کسی که خود را خدایی بر این زمین میدانست، می آمد و شروع کرد با ترورهای شخصیتی ابتدای امر علیه موسی. گفت که این رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، این اصلا دیوونه است، به تعبیر امروزه وهابی شده، این منحرف شده، این فلان شده، و تعابیری که خود کسانی که خود را نمایندگان خدا و مراجع تقلید و اربابان مردم و صاحبان مردم خود را میدونن و در واقع مردم جرأت ندارند، کی هست که بخواد از این فرامین از قبل رسم شده سرپیچی کنه، حکم ارتداد بر او صادر و بلافاصله پای چوبه‌ای دار، اصلا بدون بلافاصله محکمه عدل و نظام عدلی که آقایون برای اون قوانینی گذاشتند، 5-6 تا جوان اهوازی وهابی میشه بلافاصله پای چوبه‌ای دار، اصلا برو برگشتی هم نداره و هیچ کسی که توسل قبول نداشته باشه و حاضر نباشه اون چیزی که ما میگیم بلافاصله پای چوبه‌ای دار. و این فکر دیکتاتوری قرون وسطایی که متاسفانه جامعه ما را فلج کرده. توجه داشته باشین شماره های جدید اعلام شده، انشاءالله که قبل از اینکه این شماره هم فیلتر بشه ما مجموعی از صدای گرم شما ایزان داشته باشیم. آقای حقگو از ایران بفرمایید. دوستانی که خانم جعفری و محمد از ایران با شماره جدید میتونید تماس بگیرین. آقای حقگو از ایران بفرمایید.
جناب آقای حاکمی شماره را هر شب مرتب عوض بفرمایید. چشم. چون شماره ها اصلا کلن اینجا از اینجا اختلال میشه، نوشته ارتباط شما با خارج مسدود میباشد. هی میگه من ده بار که بزنم یک بارم جواب نمیده. میگه شماره های شما با کنترل با خارج مسدود میباشد. بله. شماره رو هر شب به طور مرتب باید عوض بشه. فقط همین عرض داشتم خدمتتون، میخواستم مدام وقتتون نشم. خاطر همین شماره رو باید هر شب، فقط هر شب بیشتر ایجاد اختلال میشه. نوشته میگه آقا با خارج مسدود است. متاسفانه این ترس و واهمه. ممنون. خدا یار نگهدار. این ترس، بله ممنونم آقا جناب آقای حقو. این ترس دلیل بر عجز قوم هست، دلیل بر این که زیر این کاسه نیم کاسه ای هست، برای این که می ترسند چیزی شناخته بشه. زمانی که دزد میدونه الان دارن اون رو شناسایی میکنن، میاد و به نحوی با شلوغکاری، با جوسازی و صحنه سازی سعی میکنه اون فضا رو به هم بریزه که کسی دزد رو نشناسه. و متاسفانه آقایون این روش رو به کار بردن، وگرنه به حمدالله در هیچ جای دنیا نیست که به این صورت با فکر مبارزه بشه. این شبکه سعی نکرده در بیاد وقت پرونده های سیاسی را مطرح کنه، بلکه ما اومدیم و پرونده های خرافات و بدعت ها و شرکیات رو در این مطرح میکنیم. چرا بایستی ترسید؟ حتی کشورهایی که اروپایی و آمریکایی باز هم شبکه های سیاسی آزادن، شبکه های سیاسی آزادن. ما نمیگیم ما سیاسی هستیم، ما عقیدتی هستیم، اما ببینید چرا تحمل دیدن ما را ندارن و توان شنیدن صدای ما، رسیدن صدای شما به ما را ندارن؟ چون میترسن، چون عاجزن، چون چیزی رو دارن پنهان میکنن که میترسن اونها مردم ببینن. پس این خود بزرگترین دلیل بر ترس و عجز و ناتوانی این آقایون هست. بیننده بعدی رو به ما بدین. یحیی از ایران بفرمایید. آقای یحیی. الو سلام آقای. سلام و رحمت الله. آقای یحیی بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم، شما هم خسته نباشید. آقا چند وقت پیش یکی زنگ زد گفت من تو دین تشیع احساس نمی‌کنم، تلسمی هست. می‌خواستم یه چند تا از این تلسما رو واسش بیان کنم بفهمه. خوب بفرمایید. حالیش چی بشه؟ بفرمایید. تلسم یعنی امامت و ولایت، تلسم یعنی لعن و نفرین و کینه‌توزی با اصحاب پیامبر و امهات المؤمنین، تلسم یعنی کم کردن و اضافه کردن به دین، تلسم یعنی مرجع تقلید، تلسم یعنی تحریف قرآن، تلسم یعنی همه را با چشم مرتد دیدن، تلسم یعنی 32,000 امام و امامزاده تو ایران، تلسم یعنی واسطه و شفیع و توسل به قبر پوچ، تلسم یعنی تولد و شهادت و عزاداری و زنجیرزنی و قمزنی، تلسم یعنی دوری از قرآن و سنت صحیح نبوی، تلسم یعنی پارازیت و سانسور و فیلتر و سایت ها و شبکه های اسلامی. ممنون از برنامه خوبتون آقا هاشمی. گل کرستین دیگه دستشون با جای بند نیست آقا هاشمی، زیاد سخت نگیرید، مجبورن دیگه، نه میتونن جوابی از قرآن بیارن نه حدیثی از پیامبر بیارن، مجبورن دیگه، بعد سختان راه دیگه ای هم ندارن. شما زیاد به دل نگیرید. چشم ممنونم آقای حیا. لطفا تلسم های زیبایی را ارائه فرمودین. قطعا به طور کلی عمومیت در لفظ قرار ندین. طبعا ما کسانی رو در جامعه تشیع شیعیان علوی داریم، موحد، یکتاپرست و پایبند و دقیقا پیرو حضرت علی هستند و اون چیزی که حضرت علی فرموده اون رو قبول دارن. خب بیننده بعدی رو به ما بدین. رجبی از ایران بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید هاشمی. ممنونم، شما هم خسته نباشید. استاد من یه سوال داشتم خدمتتون. در خدمتم، بفرمایید. در مورد کلمه کنیز یا غلام که توی قرآن اومده، توی فرهنگ اسلامی هم هستش. بله. می‌خواستم که این رو با حالا یه مفاهیم جدیدی که توی حالا جامعه جدیدی که هستش با آزادی بشر یا اون مفاهیمی که در مورد آزادی اومده، می‌خواستم اینو حالا تو یه سوال تو ذهنم اومده بود که آیا این تناقضی با هم دارن یا نه. بله. حالا مثلا اینجور سوالم رو مطرح کنم که اگر حالا ما یه غلامی داشته باشیم یا کنیزی، آیا این حق نداره که خودش برای خودش زندگی خودش تصمیم گیری بکنه یا نه؟ بله. این بله. سوال داشتم خدمت. چشم انشاءالله. این سوالو انشاءالله پاسخ خواهم داد. امید است که مورد استفاده قرار بگیره. چشم انشاءالله. آقای رجبی متشکرم. بیننده بعدی رو ما بدید. بیننده بعدی بفرمایید.
آقا ابراهیم از ایران. ابراهیم بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقای هاشمی، من یه سوال داشتم از حضور شما. بفرمایید. امیدوارم که این سوال من و شما بدونه گفتی شما شروع کردن بدونه سبت ترخن جواب بدیم انشاءالله. من خواهم فرض مثل به حساب شما چیز باشم، تلسم شکن باشم. بله روسته؟ بله بفرمون. اما این تلسم شکنی برای من که یه جوری که به نمیتونم این کار انجام بدم. چرا؟ بله. یه دلیل داره، اونم آقای حیدری گفتن که به قول آقای حیدری داره میگم، درسته؟ بفرمایید. صدا پندری؟ صدا تون پخش میشه. آقای حیدری عرض کردن که پدر و مادر فرض مثلا همه شیعه ها حرامزاده هستن. من چطور جناب آقای ابراهیم این اشتباهی دارید میگید؟ این آقای خمینی در کتاب مکاسب المحرمه گفته. آقای ابراهیم، آقای حیدری، این رو آقای حیدری، من در خود برنامه بودم، استاد حیدری فرمودند که بحث صیغه، مکتبی که صیغه رو ترویج میده چه توقعی میشه ازش داشت؟ آیا شما صیغه رو تایید میفرمایید؟ خب صیغه ای که حتی گفته باشه با زنی که شوهر داره هم میشه صیغه کرد، شما این رو هم تایید میفرمایید؟ شما اینو دلیل بیارین که زن شوهر دار میشه. خب من این رو الان خب تماس آقای ابراهیم از وقت معمول به آقای چشم. من از آقای ابراهیم از وقت معمول تماس به شما، وقت بیشتر داده خواهد شد. این رو با همدیگه الان که شما فرمودین با همدیگه این رو روایت ها رو با همدیگه میخونیم. اتاق خوان تصویر لپتاپ رو بدین، تصویر لپتاپ رو بدین. این رو فرمودین شما مدرک شما نفرمودین تصویر لپتاپ رو ما بدین. چشم، من این رو از کتب شیعه ارائه میدم، شما بعد بفرمایین که اشکالش در چیست. این کتاب در این روایت حدیث در کتب معتبر شیعه در حدایق ناظری بهرانی جلد 25 فقه شیعه بعد از قرن 8 و در صفحه 349 که این حدیث در کتاب تهذیب الاحکام هم آمده است، میگه که شخصی نزد ابی عبدالله رفت و گفت من با زنی ازدواج کردم، ازدواج موقت، و در نفس من وسوسه شدم که نکنه این زن شوهر داشته باشه. میگه رفتم ففتشت و انزالک، رفتم تفتیش کردم، بحث کردم، پرسیدم، جستجو کردم، انزالک، و دیدم که واقعا این زن شوهر داره، زن متأهلیه که ایشون رفته باش ازدواج موقت کرده. ابی عبدالله اینجا ناراحت میشه، ناراحت نمیشه که چرا رفته با زن شوهردار ازدواج کرده، ناراحت میشه که چرا رفته تفتیش و جستجو کرده. میگه نیازی نبود که ایشون بره جستجو بکنه و بپرسه. همین روایت باز هم در کتب دیگری اومده به این صورت که میگه رفت سوال کرد، ابی عبدالله میگه چرا رفت سوال کرد. خب حالا بفرمایید، اجازه بدین بفرمایید الان تموم بشه بعد شما داستان بگید. بفرمایید. اینکه با حرف شما داره پیش میره که فرض مثلا داره شلوغ میکنی، داره از شاخه به شاخه، حرف شماست که. خب بفرمایید. ما الان داشتیم نصیحت میکردیم به امت رو. خب بفرمایید. خب بله، اولا این حدیث باید از نظر روایی ثابت بشه. خب درست هست یا نه؟ آیا این حدیث برای شما ثابت شده هست یا خیر؟ نه. از چرا ثابت نشده؟ علت ضعف و علت عدم قبولش چیست؟ من عالم رجال نیستم. پس از کجا میدونید؟ که اعتبار نداره؟ اگر عالم نیستین چطوری فهمیدین که اعتبار نداره؟ شما مدعی هستید. من که میگم در کتب شیعه است، شما میفرمایید این در کتب شیعه با وجودی که هست ولی اعتبار نداره. من الان میپرسم عدم اعتبارش رو آقای ابراهیم، من الان یک ببینید آقای ابراهیم اجازه میدین من چهار کلمه عقل من صحبت از عقل آقای ابراهیم، شما فرض بفرمایید میرید در دادگاه، آقای ابراهیم اجازه، شما میرید در دادگاه یه مدرکی رو ارائه میدین، بعد دادستان و قاضی میگه آقا اخیر من این اصلا قبول ندارم. میگه چرا قبول نداری؟ من اخیر اصلا نپرس، من عالم نیستم، قاضی هم نیستم، قبول ندارم این نشد. شما الان آقای ابراهیم اجازه، آقای ابراهیم من صحبتم تموم میشه، آقای ابراهیم صحبتم تموم میشه. ببینید شما الان من این مدرک رو آوردم، شما بفرمایید چرا این مدرک رو قبول ندارید؟
به خاطر که حدیث میشه من گفتم علم ندارم، اما اونقدر فرد مذهب من غریب به من آموخته. اولا مذهب من آموخته که از دیگر مادر چه تقلید نکن، این جوش که خود خود دنبال مذهب خوده. آقای ابراهیم من نیستم که فرد من پدرم بگه من سنیه من سنی بشم. الان من سوالم اینه، حدیث باید از نظره از نظر رجالی بررسی بشه، این حدیث صحیح کس نیست، از تو از نظر فرد نظر کلامی این از نظر کلامی هم شما حساب کنید صحیح نیست. خب میدونی که تو مذهب ما تو هست از هیچ مذهبی زن شوهر را چیزه نمیشه. خب الان آقای ابراهیم شما زحمتش بکشین این رو حدیث رو روایت آقای ابراهیم برای اینکه از وقت استفاده کنیم، من ممنونم آقای ابراهیم، شما این روایت رو بررسی بفرمایین، اشکالات این روایت رو مطرح بفرمایین و ما انشاءالله در خدمتون هستیم و در مورد صیغه هم که فرمودین من پای شبکه باشین روایت رو دیگر تقدیم حضورتون خواهم کرد. امید است ما زمانی که چیزی رو رد میکنیم عالمانه رد باشه، نه اینکه من عالم رد میکنیم و بعد هم وقتی پرسید میشی من علم ندارم و نمیدونم، این نشد. خب آقای ابراهیم پای شبکه باشین، انشاءالله در مورد صیغه سعی میکنم که روایاتی رو تقدیم حضورتون کنم برای اینکه در مورد صیغه بهتر و یاداش بفرمون مطالبی که ارائه میشه. بیننده بعدی رو به ما بدین، اگر تماسا محدود کنید ممنون میشم. سرکار خانم جعفری من عذر میخوام تماس قطع شد، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید خانم جعفری. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد هاشمی و همچنین عوامل پر نور پر تلاش پر معرفت این شبکه که من امروز امشب صحبتی که داشتم متوجه نشدم، نمیدونم تا کجا صحبت کردم کجا وقت شما رو امشب نمیگیرم. متاسفانه ما این سعادت رو نداشتیم فرمایشات شما رو کامل داشته باشیم، هرچند که من تشکر میکنم بعد از مدت ها این افتخار رو به ما دادیم میتونیم صداتون رو بشنویم. من فقط ابتدای امر شما بحث تبریک رو شنیدیم و دیگه متاسفانه قطع شد با عرض پوزش. بله واقعا من تبریک از وقت به کسانی که به فطرتشون بعد بازگشتن، کسانی که از خرافات و تحریفات و شرکیات و موهومات رخت بربستن، بود تکنی کردن، ابراهیم گونه و هاجر گونه از خود هجرت کردن و اول از همه بود درون رو شکستن، از خودشون عبور کردن و عنوان بود شکن رو گرفتن. من فقط خواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم جناب استاد هاشمی اگر اجازه بدید، چون من در بعضی از افراد که ادعا دارن شیعه امام علی علیه السلام هستن اصول و مبانی که از شیعه اینها ارائه میدهند انحراف از قانونه. بله عنایت فرمودید. بله بله متاسفانه انحراف از قانون خدا رو من کار ندارم، ولی انحراف از قانونه زمینی رو ما نباید سرپیچی بکنیم. بله اما اگه شما اجازه بدید وقت خانم جعفری از وقت معمول بیشتر قرار بشه همون حد اقل بضاعتم. الو بله بفرمایید. به همون حد اقل بضاعتم بسنده کنم و اگه شما اجازه بدید از دیدگاه قرآن و امام علی علیه السلام پیرو واقعی محمد و آل محمد رو در بحث حالا مثلا تو ایرانی ها شیعه علی بودن، من از خود قرآن نهج البلاغه بیارم ببینم اصول و مبانی که امام علی ارائه میده برای پیروی از محمد و آل محمد چیه که من ببینم من شیعه هستم یا نه. بله ولی متاسفانه میبینیم که در شعار و در ظاهر میگوین ما شیعه هستیم، اما در عمل متاسفانه خون به دل علی کردن. امروز نگاه تاریخ تکرار شده، اونجایی که علی علیه السلام درد دل می کند می فرماید قسم دهری سنفان عالم متحقق و جانب متنفق. و من فکر می کنم که دردهای دل امام علی برمیگرده به اونجایی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ای علما لم تقولون ما لا تفعلون کبر نفسا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. علم خیلی خوبه که بر دل زده بشه تا بتن. امیدوارم این امر به معروف منو شنیده باشن آنهایی که عمل نمی‌کنند. جناب استاد هاشمی من از شما اجازه می‌خوام انشاءالله در روزهای بعد هر وقت که توفیق پیدا کنم تماس گرفتم شما به من این درست رو بکنید، من اصول و مبانی پیرو به علی و شیعه علی رو بله. اگر خانم جعفری به ما این افتخار رو بدین ما بتونیم در شنبه یا هفته آینده در برنامه تلسم جگران به عنوان کارشناس از شما دعوت کنیم و مطالب از تجارب و بیاناتون بیشتر از اینا استفاده کنیم ممنون خواهم شد. حالا بر صورت انشاءالله
متشکرم اگر این لطف رو بفرمایین از تجارب شما. به هر صورت دوست داریم باشم. ممنونم. همه دوست داریم شیعیان و پیروان علی باشیم. شما بزرگواری. شما من مطمئنم امروز متاسفانه وقت نداشتم با شما تماس بگیرم در دفاع از اهل بیت. این پیام رو میخواستم در دفاع از اهل بیت داشته باشم. من حقیر حداقل به عنوان کسی که یک عمرهای درس علمای دین بودم دارم میبینم آنچه را که امام علی علیه السلام رسول عالی قدر اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نمونه و الگو من دارم میبینم شماها هستید. شیعه واقعی علی و فاطمه شماها هستید. خدا دوباره تکرار خواهم کرد. ممنونم. ایشالله که شب و روزتون عالی باشه. ببخشید که من وقتتون رو گرفتم. باز تبریک میگم به اونهایی که به اصل خودشون برگشتن، چون هر کسی که دور مانده از اصل خیر باز جوید روزگار اصل خیر. ممنونم. خدایا رو نگهدارتون. ممنونم سرکار خانم جعفری، تلسم شکن و این توصیه های بسیار زیبا. طبعا ما دوست داریم حضرت علی را بشناسیم، بایستی بشناسیم و بایستی پیرو اعمال حضرت علی باشیم و در واقع همون شیعیان و محبان حضرت علی و کسانی که به فرمایشات حضرت علی عمل جامعه عمل میپوشند. من این اتاق فرمان اگر ممکن است تماس ها رو محدود کنید. ما خب دو تماس رو به دو تماس اکتفا خواهیم کرد. اولین تماس از این دو تماس عبدالله از ایران. بفرمایید عبدالله، مختصر لطفا. عبدالله عذر میخوام، بفرمایید عبدالله. سلام، خسته نباشید. ممنونم، سلامت باشین. شما هم خسته نباشید. بفرمایید جناب آقای هاشمی. بنده از مخالفین شما و از شیعیان حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب هستم. آفرین بر شما و شما هدیه هستین برای ما آقا عبدالله. ما دوست داریم همیشه به شما هدیه بدیم و ایبای شما رو به شما بگیم، چون که امام صادق ما سلام الله علیه و آله فرمودن که هدیه بدید به کسایی که دوستشون دارید. من امام صادق رو به عنوان یک مسلمان دوست دارم. بله، امام صادق نوه ی حضرت ابوبکر صدیق. حالا الحمدلله جناب آقای هاشمی، شما اومدید یک بنده خدای به نام رادمهر رو، خب مرتضی رادمهر اگر اشتباه نکنم، رو به عنوان حجت الاسلامی که اومده سنی یا همون به قول شما یا داشت اومده به توحیدی شده. بله. نمیدونم این آقای رادمهر رو شما از کجا آوردید، ولی من چند تا سوال از شما دارم، چون بنده بابای بنده چندین سال تو حوزه علمیه مبارکه رضویه درس خونده و از مسئولین اون حوزه علمیه بوده. جالبش اینجاست که جناب آقای هاشمی خدمتتون بگم آقای رادمهر تو کتابش نوشتن یا اصلا چنین شخصی. آقا عبدالله من ببخشید، آقا عبدالله شما مسئول حوزه علمی قم هستین؟ نه عزیزم، پدر من از مسئولین حوزه علمی رضویه بودم. خب شما خودتون مسئول هستین یا خیر؟ من یکی از طلبه های حوزه علمیه مبارکه قم هستم. بله خدمتتون. خب، چند مرحله اجازه آقا عبدالله. آقا عبدالله برای اینکه ما مطمئن بشیم، آیا شما مراحل و درس خارج و همه مراحل رو پشت سر گذاشتین یا خیر؟ من طلبه حوزه علمیه هستم. تا چند مرحله آقا عبدالله چند مرحله در حوزه علمیه قم درس خوندید؟ من الان مشغول درس خارج حوزه هستم. خب میتونم چند تا سوال در مورد منهج و سیستم درسی اون حوزه بپرسم؟ زنگ زدم سوال از شما. نه خیر، من میخوام مطمئن بشم که شما میفرمایید من طلبه اونجا هستم. من میتونم آقا عبدالله من میتونم چند تا سوال از سیستم درسی بپرسم؟ آقا عبدالله شما رو رو آقا عبدالله میگید بزنم. آقا عبدالله نه خیر. آقا عبدالله ببینید، ما میخوایم مطمئن بشیم که شما واقعا طلبه حوزه علمی هستین یا خیر. میتونم چند تا سوال بپرسم؟ بفرمایید. اگه رفتی به طلبه بودن من داشت جواب بدید. خب سیستم درسی حوزه علمی قم بر کدام یک از سیستم ها هست؟ سیستم درسی حوزه علمی قم بر اساس پایه های درسی هست. سطح 1، 2، 3، 4. نه اینا رو میگم فقط بخاطر اشتباهاتی که این کتاب انجام شده. نه خیر آقای پاسخ من رو ندادین آقای عبدالله. پاسخ من این بود، سیستم های رایج درسی، سیستم های رایج درسی در حوزه های علمیه شیعه چند تا سیستم هست، سیستم های مشهور که در تدریس میشه. شما سیستم آموزشی میدونید چیه یا نه؟ سیستم آموزشی حوزه بر اساس پایه های تحصیلی از اول شروع میشه تا پایه 10، بعد
در روز سپاهی حوزوی میشه، هر که لازم نیست تو روز صحبت کسی ثبت نام کنه. کسی که مشغول درس میشه پای اول تا پای ده تا طول میکشه. این آقای راد مهر شما نمیدونم تو مدرسه رضوی یه چجوری از پای اول تا شیش اومده، هم درس خارج رو خون بعین مدرسه رضویه فقط 30 ساله که دروس مقدماتی رو داره، فقط از پای اول تا پای شیش رو داره. این یکیش. آیه مرتضی راد مهری که شما گفتید، خب خب درس خارج داشته جناب آقای هاشمی، این حرف بنده رو حتی شهرنشینان شهر قم و تمام ایرانیان میدونن که درس خارج حوزوی تقدم نداره. صفحه 17 کتابی که به عنوان شرح حال اون رو نوشتید شما، خیلی جالب واسه من اومده تو این کتاب صفحه 19 ادعا کرده از هدایت داد علمای شهریه میگیره، مثل آیت الله امینی، آیت الله مشکینی. به حالی که آیت الله امینی و آیت الله مشکینی تو سالهای حوزه، سالهای که آیت الله مشکینی سمت رو بسن حوزه و زنده بودن، هیچ وقت شهریه ندادن. میلی که شما ساختید که این وقت کدوم مشکینی و امینی شهریه گرفته؟ جالبه حتما از مشکینی و امینی که تو وحاها تو عربستان سعودی هم میسازن از اونا گرفته، ولی آیت الله امینی و آیت الله مشکینی میشناختم و تمام اهل ایران اونا به افتخار میکنن به وجودشون، از این آیت الله امینی و مشکینی هیچ شهریه خب. آقا عبدالله، آقا عبدالله، آقا عبدالله، آقا عبدالله، الان الان شما فرض کنید با این مطالب تونستین به هر صورت مطالبی مردم را از آب گلالود ماهی بگیرید، اما یک سوال شما در به عنوان مثال در سال اول که وارد حوزه علمیه شدین چه کتابهایی را خوندین؟ بنده وقتی که وارد حوزه علمیه شدم سال اول جامع المقدمات کتابی بوده که مدرس افغانی رحمت الله نوشته، کتاب بدایه، کتاب هدایه خوندم و سم دیگه، بعد سیوتی خوندم که نهره لازم دیگه یا اطلاعات دیگه هم خدمتتون بدم، مکاتب خوندم، بسائر خوندم، کفایه خوندم. خب بسائر مؤلفش کیه؟ بسائر مؤلفش کیه؟ بسائر مؤلفش کیه؟ بسائر مؤلفش کیه؟ بسائر یا بسائر؟ شما گفتید کتاب بسائر خوندید. کتاب بسائر کشید بسائر انصاری نبسته. کتاب بسائر شیعه را هم خور عاملی نوشته. شما وسائل شیعه هم در سال اول خوندید؟ نه، وسائل شیعه وسایشیه کتاب درسی نیست جناب هاشمی، رسائل کتاب درسیه. اینا رو میگم که فردا اگر خواستید یک کتاب دروغی دیگه رو بنویسید بدونید چه کتابایی رو بنویسید تا مردم به مطالبی که میگیرید اونجا نخندن. آقای هاشمی خیلی جالبه. مثلا دیگه خدمتتون عرض کنم. متشکرم آقا عبدالله. آقا عبدالله من پرسیدم سیستم آموزشی حوزه علمیه خم، شما اون سیستم آموزشی بلد نبودین چه سیستم هایی که در اونجا تدریس میشه و ادعا دارین در اونجا درس میخونید. به هر صورت در مورد کتاب حجت اسلام مرتضی رادمهر مردم شما خودتون بخونید و خودتون ببینید. ایشون پسر مکارم شیرازی، داماد ایشون بوده و خواهر مرتضی رادمهر همسر پسر مکارم شیرازی بوده و ان شاء الله ما هم برای اینکه ایشون اگر چنانچه نیاز ببینن ما سعی بر این خواهیم کرد که با اعضای خانواده ایشون انشاءالله مصاحبه داشته باشیم. حالا به هر صورت این بررسی خواهد شد که چنانچه موفق بشیم کار را انجام خواهیم داد آقا عبدالله، ولی مردم به حمدالله عقل دارن. حالا شما حجت اسلام رادمهر را بخواین سرپوش براش بزنین بر این که این قتل شنیعی در حق ایشون انجام دادین، آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی را چیکار خواهید کرد؟ استاد هیدری قلمداران را چیکار خواهید کرد؟ سنگلجی را چیکار خواهید کرد؟ و دیگر علما و اساتیدی که به حمد الله خرافات را کنار گذاشتن چیکار خواهید کرد؟ سرکار خانم جعفری که همین الان پیش از شما تماس گرفتن این بزرگواران را چیکار خواهید کرد؟ خب تماس بعدی و تماس پایان آخرین تماس را به ما بدین. رضایی از ایران به عنوان آخرین تماس بفرمایید مختصر لطفاً. سلام آقای هاشمی. سلام و رحمت الله. ممنونم، شما هم خسته نباشید. بفرمایید. بخیر.
شب روزتون بخیر. ممنونم جناب آقای رضایی، بفرمایید. من برای شما سلامتی میخوام، اما برای ما که رسید 21 دقیقه من پشت خطم. من عذر میخوام. و بعد از 21 دقیقه الان نوبت ما شد. آقای هاشمی، اینجا شاید دوستانتون اینایی که زنگ میزنه سرمایه ای نداشت باشن، حداقل اتاق فرمان 10 دقیقه پشت خط داره، یا بس نکنم یا چی؟ خب بعد از این میگذاریم، حالا دیگه واقعا عصبانی اون که دیم شرمنده از این که راحت باشین، هر چی تو دلتون میرید بیرون. خواهش میکنم، خود میدونی که ضربه زدن مالی خیلی سخته آقای هاشمی. یارانه ها هست دیگه، ماهی 45,000 تومان چی کار میکنید؟ ببخشین ما نداره، ما شرمنده که ما اونم سمیم اون نیست. دیگه خیلی نفس باشین که ما بالادم کی هستم کجا هستم. راحت باشین، انشالله دوستانهای جایی یارانه خواهند دار. بفهم آقای هاشمی، من سوالی از آقای قزوینی داشتم. این آقای قزوینی استاد محترم دکتر آیت الله قزوینی، من چند شب پیشتر برنامه ایشون هم میبینم، برنامه شما، البته خودم اهل سنتم، ولی خب هر برنامه‌ای که به دردمون بخوره بتونه ما رو به راه راست هدایت کنه ما اونه میبینیم. حتی شبکه اهل بیت هم زنگ میزنیم. اول من با لعنت بر یاران پیغمبر بگم که بگذاره من وصل بشم، بعدش هم پشت خط بمونم 45 دقیقه که بعدش ما رو وصلم. خب کار به اون نداریم. از آقای قزوینی گفتن که ما با اهل سنت برادریم، دوستیم و هیچ مشکلی نداریم، مثل هم میمونیم. چطور میشه؟ من که حالا خب شما رو اونا میگم وهابی، من هم میگم وهابی، اصلا شما وهابی فرق میکنید با ما، ما اهل سنت. اما چرا از حدیثای خود شما وهابی ها برتون نمیگن که از حدیثای اهل سنت رو میارن بیرون؟ چرا وقتی میشه با زن پیغمبر از حضرت عمر؟ اگر اینا مال وهابیونه که پس اهل سنت و وهابی یکیه، اگر نیست، اگر اینا نیست از وهابی نیست، پس از خود وهابی هر چیزی را نو بیاره که ما هم این وهابی این قول بیشا خودم رو ما بشناسیم. جگرمون خون شد ما نفهمیدیم که واقعا وهابی کیه، اهل سنت کیه. و آقای قزوینی، آقای لاشهری را که میارم، خواهد ایشون یه سوالی بکنم، بگم اگر ما هم عقیده هستیم آقای لاشهری یا اون آقای کیزه، آقا ما حضرت عایشه را بد میدونیم، از پیغمبر عذیت که عمر را بد میدونیم، شما چی میگی؟ اگه اوشون با تو هم عقیده بود، ما هم قبول داریم که خب من خودم هم حنیفی هم، من بی سواد هم البته، ولی خب تعجب میکنم، با عقل جور در نمیاد اینا را. از اینکه اجازه دادید ما هم صحبتی داشته باشین آقای هاشمی خیلی ممنون. ممنونم، خدا یار و نگهدارتون، موفق و سربلند باشین. دوست عزیز، بر صورت من عذر میخوام اگر چنانچه پشت خط منتظر ماندین. خب وقت ما پایان رسیده، من عذر میخوام و انشاءالله که در این وقت باقی مانده ما بتونیم این مطالب رو، تصویر لپتاپ رو من بدیم، من بتونم به آقا دوستی که در مورد ازدواج موقت براشون سوال بود، ببینید این در مورد ازدواج موقت ببین چه چیزهایی ارائه شده. من عذر میخوام از بینندگان عزیز که بایستی این رو به این صورت ارائه داد. میگه کسی که ازدواج موقت میکنه هیچ سخنی نمیگه مگر اینکه خداوند برای او حسنات مینویسه، و اگر غسل بزنه خداوند به اندازه آبی که بر موش ریخته میشه خداوند گناه او را میبخشه. خداوند این در کتب دیگه، از کتب شیعه اومده که خداوند گناه زنانی که صیغه میکنن میبخشه، و در جای دیگه میگه خداوند لعنت میکنه کسانی، زنانی که اقدام به این ازدواج متعه نمیکنن، یلعنون متجنبی ها، لعنت بر بانوانی که اقدام بر ازدواج موقت نمی کنن. خدا رحم کن، اتهام هایی که برای ارضای شهوت حیوانی این کارها را انجام می دهند، و روایت های متعددی که من به علت محدود وقت فرصت نیست که من همه این روایت ها را تقدیم حضورتون کنم. به هر صورت میگه اگر زن، اگر شخصی ازدواج موقت انجام بده، مانند این که 70 بار کعبه رو زیارت کنه و وارد کعبه بشه و الی آخره، متاسفانه همه اینها در مورد ازدواج موقت. و میگه اگر کسی میتونه با 1000 زن ازدواج موقت بکنه، زیرا اینها زنان کرایه‌ای هستن و اجر و حسنات هست. متاسفانه فکر کنم انشاءالله که مطالب مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. من عذر میخوام از این که دوستان پشت خط منتظر موندن. تا قسمت دیگر، خدایا نگهدارتون. جهت دریافت نسخه ایورد و پی دی اف چگونه هدایت یافتم حجت اسلام مرتضی رادمه با ایمیل بوک@kelme.tv مکاتبه فرمایید. خدایا نگهدارتون، موفق باشه.
و واقعا به همون دین ناب محمدی و همون خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم.